یک بار هم من با ایشون نشسته بودم سر نهار با خانم لوسا پیرنیا، چون این فرح خانم کل این مدت یک ماه خیلی کمش اونجا بود، بیشترش من و خانم لوسا پیرنیا و شاه تنها بودیم. و ایشون برگشت من گفت احمد خدا رو شکر که کسی به من فحش نمیده. گفتم اختیار دارید پس دارم به بنده فحش میدن. ایشون برگشت گفتش که من دیدم باز یه ذره خراب کردم، ولی بعد ایشون هایی شروع کرد که بگو که چی میگن. بعد یه خانم لوسا پیرنیا هم هایی به من فشار آورد که بگو، بعد من برگشتم بعد ایشون من گفت من به تو دستور میدم که من بگی که در مورد من چی میگن. گفتم که میگن که شما قصاب بودی. ایشون گفت خدا شاهده، این جمله ایشونه، خدا شاهده همه اونهایی که به من سوء قصد کردن من اونها رو بخشیدم، ولی من حق ندارم کسی که خون دیگری رو ریخته رو ببخشه. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم که میگن شما دزد بودید. که ایشون معتقد بود که گرفتن کمیسیون برای ایشون اوکی هست و یعنی مسئله نیست، و منم چون قبلا خیلی با ایشون بحث کرده بود دیگه ادامه ندادم. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم شما فعالیت‌های خارج از برنامه میگن زیاد میکردید. گفت ایشون گفت مگه خودت سیغه نمی‌کن؟ بعد گفت دیگه چی میگن؟ گفتم که یه کتابی در ایران چاپ شده، این هم البته آقای حبیب ممیز من گفت که در اونجا به نام شاه و شوهرش و به شما نسبت همجنس بازی دادن، که ایشون خیلی ناراحت شد، قرمز شد و گفت این اراجیف چیه که میگن و فلان و اینا و ناراحت شد. و بعد خانم لوسا پیرنیا بعدم به من گفت که آقای آخری رو بهتر بود که نمیگفت. اتفاق دیگری که افتاد یه بار که فرح خانم اونجا بود، من بودم و فرح خانم و ایشون، و چون من در اتاق بالایی که فرح خانم و شاه در اونجا زندگی میکردن اتاق من اونجا بود در کاخ قبه، و ایشون فرح خانم شروع کرد به ایشون گفتن که رضا، یعنی رضا قطبی، سلام رسون. از این گفت رضا. یک بار گفت، شاه هیچی نگفت، سرشو پایین انداخت. دو بار گفت، سرشو پایین، سه بار گفت، و شاه سرشو بلند کرد گفت گفت خورد. حالا اینم میخوام باشه چون در تاریخ مهم. این رضا قطبی همونه که این پسردایی مادر ماست، یعنی در حقیقت خانواده ای که فرح باشون بزرگ شده بود چون بله. بله. و ایشون من با خودم با ایشون بزرگ شدم، یه عکسم برای شما فرستادم بچگی خودم، آقای قطبی هم اونجا با فرح وایستاده. همینه که با موتورسیکلت هستید. بله بله. بعد حالا در مورد ایشون میتونیم بعد از برنامه یه چند دقیقه صحبت کنیم. بعد یک بارم من همینجوری که با شاه نشسته بودم یک ساعت ما با هم بحث کرد. من به ایشون گفتم که شما ایمان داری چون خدا به شما ایمان داده. به ایشون میگفت نه من ایمان دارم چون خودم انتخاب کردم. و نتونستیم هم دیگر متقاعد کنیم. بعد من از آقای قرعوی که مؤمن بود و خدا بیامرزه ایشون رو، مرد بسیار خوبی بود، پرسیدم. ایشون گفت هر دوتون راست میگید و من اینو نفهمیدم تا مثلا شاید 7-8 سال پیش. و بعد من متوجه شدم که به شکر و بزرگی خدا از روزی که من به دنیا آمدم خداوند به من نعمت ایمان عطا فرموده بود. در نتیجه من همیشه ایمان داشتم، خودم یعنی داشتم دیگه، باهاش به دنیا آمدم. ولی شاه ممکن است که با ایمان به دنیا نیامده، بعد خودش انتخاب کرده، همونطوری که حضرت عیسی میفرماید، راجع به ایشون هم باید بگیم صلی الله علیه و آله و سلم، که و حضرت موسی هم همینطور، نه هم خدای نکرده دوستان یهودی ما حالا ناراحت بشن، حضرت موسی هم صلی الله علیه و آله و سلم، همه پیغمبران رو ما باید به یک سان نگاه بکنیم. و ایشون در حضرت عیسی میفرماید که در رو بزنید و خداوند در رو باز میکنه. ایشون انتخاب کرده، در رو زده و خدا بهش ایمان داده، ولی در صد خدا بهش ایمان داده و ایشون آدم مؤمن، یعنی ایشون ایمان داشت. اگه کسی بگه ایشون ایمان نداشت دروغ میگه. اینو دیگه من خودم دیدم و چیز کردم.